هستن تا خجن آیی ندار عالم بالاست پارسی آیی ندار عالم بالاست پارسی آیی ندار عالم بالاست پارسی نگین خوبیت عرض ادب دارم. زیای حافظی هستم. همان گونه که دوستان عزیز آگاه هستند، این چهارمین برنامه ای هست که از طریق تلویزیون وزین بهار که جدیدن از جانب ایده از روشنفکران و فرهنگیان کشور در خارج از افغانستان تأسیس شده، بنده همکاری خود اعلام کردیم. یکی از موضوعات که پیشیده ای از هموطنان ما سوء تفاهم ایجاد کرده بود و باعث مناقشه و سوء تفاهمات شده بود و یکی پرسان میشه که کسی که زبانی ما دری هست یا زبانی ما فارسی هست و ایده بسیار مصرانه تلاش دارن که بگویند که زبان ما از زبان فارسی و تاجیکی جدا هست و زبان ما زبان دری هست، ولی عملا برای بنام زبان دری کار و فعالیتی یا تحقیقی انجام نشده و فقط یک جانبه بدون استدلال، بدون دلیل و اگر دلایلی که یک ده دانشمند نماها به قول برادر ما کبیر سراج که در کامنت نشته کرده و اینا فقط نشخار میکنن که زبان فارسی علایده است، زبان تاجیکی علایده است و زبان دری علایده است. در برنامه قبلی قسمتی از گفته های دانشمندان زبان و ادب و فرهنگ ما را به اصطلاح گل های سری سبدشانه کلیپ ها و مطالبشان هم باندیم که همه گان متفق هستن. استادای بخش ادبیات دانشگاه کابل که اینا معتقد به این هستن که زبان هر سیش یک زبان است. این زبان در گذشته ها به زبان های به واژه های مختلف یاد شده و مخصوص زبان دری به عنوان یکی از گویش ها و به عنوان صفتی از زبان فارسی گفته شده. این ما در کلیپی که خدمت شما میگذاریم برای از یک تعداد کسایی که هفته های گذاشته ندیدن برنامه ما را، این بخش دومی که آیا زبان ما تاجیکی است، فارسی است، دری است، چی است، این را شروع میکنیم و ما در آغاز شما رو به دیدن کلیپی دعوت میکنم که از هفته قبل تهیه شده بود، البته فشردهش هست و شما میبینید در اینجا که دانشمندان گل سرسبد جامعه ما اینا همگی با دلایل، اسناد، با مراجعه به متون قدیم اینا ثابت میکنن که زبان یک زبان هست و دری و تاجیکی گپای سیاسی هست. البته زبان دری نمیگیم، گویش دری صفتی بوده برای زبان فارسی و در برنامه قبلی گفتیم مسئله ای که زبان اصل زبان فارسی نیست که از فارس امروز نشد کرده باشه. این زبان از پارت هست، از پارت و که بخشی از خراسان قدیم بوده. این بیزشت خراسان پارت میفتن و پارتی ها کسایی بوده که با همی زبان صحبت میکرن و سر سابقه این زبان که از آری گفته شده و بالاخره زبانی آری و زبانی آریانا و زبانی آریک و همچنین به مرور زمان زبانهای پهلوی گفته شده، زبانی اوستایی گفته شده که از بخشهای زبانی دری زبان فارسی میانه است. و بعد از کلیپ ما خدمت شما مطالبی یه هفته را بیان میکنم.
آغاز برنامه را با این ابیاتی از دو شاعر گرانمایه، از فردوسی بزرگوار و از حافظ شیرین کلام آغاز میکنم، که به یک کلیپی که از چند بزرگوار متهیه کردیم، یک حدود 3 دقیقه یا 4 دقیقه است. این شما تماشا بکنین و ببینین که این بزرگای ما، گلهای سر سبد ادبیات ما، استاد واصف باختری، استاد نگارگر، استاد محمد حسین یمین و سر محقق حبیب الله رفی، مشاور اکادمی علوم، اینا به اتفاق نظر هم میگن که این زبان یک زبان است. البته استدلالشون و تشریحاتش میمونیم بعد. این که زبان فارسی زبان دیگری است، زبان دری زبان دیگری است و زبان تاجیکی زبان دیگری است، یک اندیشه کاملا باطل هست، یک اندیشه کاملا باطل هست و ما باید برای همیشه چنین اندیشه باطل را از صحیفه ذهن خود بزداییم، فرو بستریم و ذهن خود را از این اباطیل پاک بسازیم. پاندبیبی نوشته کرده که کتیبه های رباتک و کتیبه های سرکوتل مادر زبان فارسی است. پاندبیبی نوشته کرده که کتیبه های رباتک و کتیبه های سرکوتل مادر زبان فارسی است. او کتابی داره، امیال موجود است، که تمام کلماتی را که در این کتیبه آمده این کلمات فارسی است. بنابراین این دو کتیبه مادر زبان بدینت که این در این می قرن اول است و همچنان در قرن دوم هجری ما یک زبان بسیار سچه و ادبی داشتیم در قرن دوم و سیوم. چرا؟ شما گفتین که در فارسی است نه در سر این آزیم. در روزهای پیش صفحه در شبکه اجتماعی فیسبوک از سوی بخش افغانستان سرویس جهانی بی بی سی گشوده شد با اسم بی بی سی دری. در نخستین روزهای پس از گشایش این صفحه نزدیک به 14,000 بازدید کننده وارد این صفحه شدند، اما عضو آن نشدند. این مسئله ما را واداشت تا ببینیم چه دلایلی باعث شد تا این عده این صفحه را نپسندند. در نخستین بررسی ها دریافتیم که شماری از اعضای شبکه فیسبوک با کاربرد کلمه دری مخالفند و به این نظرند که نام اصلی این زبان فارسی دری است. این یمین استاد دانشکده ادبیات کابل که صاحب تألیفات فراوان است. اسحاق نگارگر استاد پیشین دانشکده ادبیات کابل که صاحب رأی و نظر در این باب است. و حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان. فارسی اونمو فارسی هم خب. دری هم پهلوی هم یک جا ذکر می شده. بله، یعنی تفاوت از هم ندارن، دری و بله. فارسی هر دو یکی هستن. بله هر دو یکی هستن. اما به این که زبان فارسی و دری و تاجیکی به نظر ما زبان واحد است، فقط نامهای مختلف از سی نام است، به خاطر که عرصی نام نام یک زبان است و فارس است و به او خاطر نام منطقوی است. تاجیکی هم مربوط به تاجیک هاست که هم نام منطقوی است و دری یک نام توصیفی، چنان که استاد یمین گفتند، یعنی زبان فصیح و زبان شعر. در اون وقت باید مجادله صورت می گرفت که دری نباشد، دری فارسی دری باشه یا تنها فارسی باشه. یک وجه دیگه به صورت متبادل آمدن، یعنی هر دوش به یک مفهوم آمده. به طور مثال ما پارسی دری را هم میبینیم که مثلا باز فردوسی در باره کلیله و دمنه میگه بفرمود تا پارسی دری بگفتند و کوتاه شد داوری. و یا مثلا ابن سینا در مقدمه دانشنامه اعلایی خود میگه فرمود تا کتابی تصنیف کنم به پارسی دری که اندر وی اصل ها و نکته های 5 علم از پیشینگان گرد آورم به غایت مختصر. که می گفتند
در نظر جامعه جهانی، در نظر کشورهای دیگر، زبان دری به عنوان زبانی که حامل افتخارات و حامل آثار پدید آمده در این زبان باشه معرفی نشده؟ اونا میگن مثلا زبان فارسی یا پرژن همه او میراث‌های ادبی گذشته را حمل میکنه. در نتیجه دری نامیده شدن زبان در افغانستان به معنای محروم دانسته شدن فارسی گویان در افغانستان از افتخاراتشان در نظر جامعه ملل است. وقتی که فارسی میگیم یا دری میگوییم یا فارسی دری میگوییم، یک شاعر، یک دانشمند البته گفته که سی نگردد بریشو مر او را، پرنیان خانی یا حریر و پرند. اگر حریر بگویدش امو ابریشم است، اگر پرند بگویی امو ابریشم، اگر پرنیان بگویی امو ابریشم است. بنابراین یک زبان است با سه کلمه. که در قرن اول هجری که عرب ها خراسان را به دست آورده بودند، در اینجا مردم به زبان فارسی سخن می گفتند و در قرن دوم هجری است که ما زبان ادبی داشتیم. میخوام بگم زبان فارسی دری از کجا اومده؟ مقصود از خراسان بزرگ، خراسان کنونی و افغانستان و تاجیکستان و ازبکستانه. پس زبان امروزی ما از خراسان برمیخیزه. نخستین شاعران از خراسانن. حنظله بادغیسی در همین وقت سروده است: یارم سپند گرچه براتش همی فگند، از بهر چشم تا نرسد مرورا گزند. چرا؟ شما گفتین که در فارسیست نداری سر این موضوعی. اول به خدمت شما، من مجبور میشم که در این موضوعی برم اگذارت تحقیق ده. خب ما میاییم سر از موضوع به خدمت شما که زبان این زبان دری بسیار چی بوده. یعنی اصلا زبان دریست، نه فارسی. زبان دری زبان اصلی است، نه یک لهجه و یک پسوند یا صفت را به زبان فارسی دری میگن یک غلط محض است که در این مورد ما بازم دعوت میکنم کسی که ادعایی دارن در سخن اندیشه با ما یک جشن تا این بحث با بازم مطرح کنیم تا شما بدانیم که حقانیت موضوع چی است. این که زبان فارسی زبان دیگری است، زبان دری زبان دیگری است و زبان تاجیکی زبان دیگری است، یک اندیشه کاملا باطل هست. و ما باید برای همیشه چنین اندیشه باطل را از صحیفه ذهن خود بزداییم، فرو بستریم و ذهن خود را از این اباطیل پاک بسازیم. شما سخنان استاد واصف باختری را شنیدین. مجال اندیشیدن در این عرصه را حرام می دانن و یک گپ باطل، یک گپ به اصطلاح واهی و غیر علمی می دانن. و همچنین استاد زین یمین، استاد مجاور احمد زیار، استاد عبدالحی حبیبی، محمود ترزی و همه اینا بزرگایی که چی از زبان پشتو بودن و چی از زبان فارسی دری، همه متفق به می بودن که به می هستن که زبان یک زبان است، نه زبان فارسی است، نه زبان تاجیکی است، بلکه زبان است که نامی از این اصلا پارتی بوده. یعنی پارت نام قدیم قبل از اسلام خراسان بود، این زبان خراسانی هست، زبان پارتی و مربوط به از پارت ها گرفته شده. بعد این پارتی به مرور زمان با آمدن اعراب که پیر تلفظ کردن نمیتونستن آیست آیست فارسی شد. Yeah.
زبان نداریم، آیا ما از خود اصالت زبانی نداریم؟ آیا تاریخ زبان ما اینقدر ضعیف است که ما نمیتونیم که از بیگانه ها رو بیاریم شامل زبان خود بسازیم؟ و یا یکی ما مدرن پرست شدیم، یعنی فقط زبان میخواییم که با کلمات جدید جدیده که اصلا جایم نداره و او رو بخواییم که بردگرها بگیم که والا ببینیم ما یک زبان دیگه رو صحبت میکنیم، که مطابق خاص جامعه خود، مطابق خاص مردم خود، مطابق لهجه هایی که در مجاور خود دولت ما قرار داره، مثلا لهجه خود کابل یک لهجه مرکزی و مجاورش ولایت هایی که است، بله. لهجه های بسیار حسیلی است و کلمات بسیار حسیلی است که در روی دست نخورده. البته کامنت های از دوستا گرفتیم و در آغاز میخواییم یکی از اون کامنت ها را خدمت شما. دوستی به نام کبیر سراج نوشته کردم که فارسی را در خواندن نوی سردرگمی رو در فرهنگ مردم ایجاد نمودن یکی از ده ها اقدامات مبتذلی بود که در دهه 40 تا 60 میلادی از سوی سران دولت، از سوی سران دولتی آن وقت با تبانی با برخی از عناصر برتری طلب قومی و زبانی و یک گده از کسانی که دانشمند نما و موقع طلب بودند در قانون اساسی سال 1964 جا داده شد. اما آنچه در حال حاضر به حیث مسئولیت خردمندان و آگاهان ماست این است که زبان پارسی را یا فارسی بخوانیم تا فر به اصل بازگردد و توطئه سیاسی به فرهنگ و به هویت سازی ملت افغانستان هم به فروغ گردد. در ویدیو به خوبی فرق و تفاوت میان دانشمند و دانشنما مشاهده می شود. ممنون از شما. این بود یکی از مثلا کامنت ها یا نظری از دوستا در مورد برنامه هفته قبل ما. در این هفته یک مکسی داریم سر گفته یا سر برنامه آقای حلیم تنویر که اونا دعوای مثلا بسیار بزرگی را مطرح میکنن و از دانشمندای ایران و افغانستان و تاجیکستان خواهش میگن که دعوت به عمل میاره که بیاین ثابت بسازن که زبان دری زبان مستقل نیست و من میگم که زبان دری زبان مستقل است. در رابطه با این البته باید یک برنامه کاملا جداگانه گرفته شوه و هر کلمات و امثالی که میاره باید توضیح شود، ولی من این لازم ندیدم. حدود 54,000 بیتی که در شاهنامه فردوسی وجود داره فقط 700 واژه عربی به کار رفته. شما تصور بکنید که دیگه همه یزی واژه ها و کلمات سوچه زبان فارسی به کار رفته و وقتی که شاهنامه را ما میخونیم همه کسایی که و زبان فارسی بلد هستند میدانن و ولی به مرور زمان در زبان ما با آمدن تغییراتی که آمده بیشتر اصطلاحات عربی داخل شده و کلمات البته انگلیسی هم آمده، کلمات پشتو آمده، کلمات اردو آمده، کلمات ترکی آمده که البته یک گپ طبیعی هست. این داد و ستت ها در میانه زبان ها یک امر طبیعی می باشد، اما یک تعداد واژه ها و کلماتی که آمدن یا سبقه سیاسی داشتن یا مثلا سبقه مذهبی داشتن که ترجیح داده شده که این کلمات اصیل کنار زده شده و کلمات بیگانه جایگزین شده، که البته ما شخصا معتقد به این نیستم که زبان باید ما سچه بسازیم و زبان باید ما زبانی به اصطلاح خاص یک منطقه بسازیم که این کار در پهلوی از اینکه هیچ فایده ای نداره
جز ضرر و ضرر شی هست که ما فارسی زبان هایی که در سر تا سر جهان هستن از فارسی یا دری یا تاجیکی که ما ایجاد میکنیم در حقیقت دور خود یک حصار میتنیم و زبان ضعیف میسازیم که بقیه هم زبان های فارسی زبان در دیگر دنیا دیگر جاهای دنیا که حضور دارن اینا از این زبان چیزی به اصطلاح ایرانی ها در نمیارن، از زبان از بخش از زبان حاصل نمی کنن. و اینی غلط فهمی را استعمار زایشگری اندیشه استعمار است و ما در زمانش با فرصت سر ازی توضیح خود کردیم و گفتیم در ابتدا هم که زبان دری و فارسی که ای نام ها گذاری شده نام های سیاسی هست در محدوده سیاسی. وقتی که شما به گذشته های بسیار درخشان تاریخ منطقه مراجعه میکنین، وقتی که خراسان بزرگ بوده یا ایران قدیم بوده و دولت هایی که از هر ملت و از هر قوم و تبار دیگه بودن ولی زبانشان زبان رسمی و زبان درباریشان زبان فارسی دری بوده، این همه اقوام مختلف امی سرزمین و حتی ادیان مختلف زردشتی و کلیمی و عیسوی و مردم ها هم به امی زبان تکمیل میکردن، دانش خود فرا میگرفتن و در راه امی خدمت بسیار بزرگی هم انجام دادن. یعنی خلاصه مطلبی که من میخوایم خدمت شما عرض بکنم، زبانی نه مردم افغانستان است، نه مردم ایران است، نه مردم تاجیکستان خاص با تواصلت، ولی مال مشترک همه امی مردم این مناطق، نه تنها سه کشور بلکه ازبکستان، بخشی از پاکستان و کشورهای دیگه که در گذشته مثلا از ترکیه امپراتوری عثمانی که تا نیم اروپا رفته بود زبانش زبان رسمی زبان فارسی بود، یا در شب قاره هندوستان و در بخشهایی از چین و سینکیانگ. این زبان بسیار یک زبان بعد از اسلام دومین زبانی که زبان معیاری بوده، زبان علمی بوده، زبان دفتری بوده، زبان فارسی دری هست. ولی از جایی که استعمار وظیفه داشته که باید مناطق را کشغال میکرد و اول تلاشی بوده که باید این مردم از فرهنگ و پیشینه تاریخیشان یار تهی بسازه و بعد از او پلانهای خود سر دست بگیره و این کار پروژه را انگلیس ها هم مثلا وقتی به هندوستان میآیند زبان فارسی دری که در وجود مرواج بود او زبان را برمی اندازن و زبان انگلیسی را زبان خود را جایگزین میسازن. همچنین در ترکیه عثمانی وقتی که امپراتوری عثمانی از بین میره و ترکیه فعلی به وجود میایه، باز استعمار پلان توطئه داره که زبان فارسی کنار زده میشه و به نام ملت ترک، زبان ترکی و ملت ترک که در گذشته امپراتوری به اساس زبان ترکی و ملت خاص ترک این هدف برنامه اگر در خفا داشت ولی علنی نداشت. اما بعد از ایجاد ترکیه که با وزیدن اصطلاحات دولت و ملت واحد اینا امی تعدابه گذاشتن که هر کس که در ترکیه زندگی میکنه، که البته دوستان میدانه که در ترکیه اقوام ملت های مختلف زندگی میکنن که از این جمله کردها، عربها و دیگه ادیان و مذاهبی هست، ارمنی ها. ولی بعد از این پروژه که تا امروز دوام داده و در طول 100 سال موفق نبوده، هنوز جنگ داخلی در کشور ترکیه ادامه داره، کردها احقاق تجزیه طلبی ندارن، کردها ادعای تجزیه طلبی ندارن، کردها فقط دعوایشان است که ما ترک نیستیم و حق داریم به زبان کردی خود ما مکتب بخوانیم، در محاکم از خود دفاع بکنیم و فرهنگ خود داشته باشیم. یعنی نمیخواین که هویت و فرهنگشان نابود شوه و این معضله به سطح جنگ مسلحانه کشید و تا امروز این قضیه ادامه داره که گرچند در یکی دو سال گذشته یک تعداد ترک ها روشن فکر ترک ها اینا با از دایی از او دفاع میکنن که بله چرا اینا را ما مجبور بسازیم که اینا باید ترک شدن.
و این مصیبت در افغانستان دنبال شد که باید ملت افغان و زبان افغانی دولتی و ملت جدید ایجاد شود، که البته دولتش با می هدف ایجاد شد که شما بعد از دوران امان الله خان اولین کاری که میکنه امان الله خان زبان پشتو رسمی میسازه و پروسه ملت شدن که جناب محمود طرزی از جمله تیوریسمایی برنامه بودن، بعدها مصاحبین یا کاکاهای ظاهر شاه و خود ظاهر شاه این پروسه ادامه پیدا میکنن. بخش باز موضوع اقتصادی داره، مسئله اسکان ناقلین در شمال افغانستان، خب موضوعات دیگه است که به بخشی از بحث ما هست، ولی بیشتر ما امروز سر مسئله زبان تکیه داریم که چرا در سال 1964 یا 1343 قانون اساسی که ساختن بدون کدام مرجع یا دانشگاه کابل یا اکادمی علوم یا کدام مجموعه از زبانشناسا تحلیل داشته باشن، یک بار زبان ما تغییر میکنه که زبان ما فارسی نیست، زبان مردم افغانستان زبان دری هست. و ما اشاره میکردم که ما خودم در محمود طرزی زبان ادبیات فارسی درس میدادم، او وقت به نام قرائت فارسی بود و قرائت فارسی در دوران داود بود که کتاب ها تجدید شد، ما قرائت دری رو دیدیم که سرش خط زده شد، حذف شد کلمه فارسی و بجایش نشته شد قرائت دری، که بسیار یک مضحک است که محتوای یک کتاب هیچ یک حرف تغییر نکنه ولی نام کتاب تغییر بکنه فارسی به دری، که بسیار زیاد وجزی که چند توجیه بسیار سطحی ارائه شد که او هم به گونه رسمی نامده، که گفته شده که مثلا زبان دری زبان دربار است و زبانی است که زبان دره گفته شده و با خاطر گفته شده که مثل کبک دری که میگن زبان دری زبان مردم افغانستان است. خب در این جایی که واقعا زبان فارسی یا زبان پارتی یا زبان پارسی از قسمت های افغانستان از بلخ و از ساحه بدخشان و بغلان و این مناطق نشأت کرده هیچ شکی نیست و از اینجا رفته به طرف ایران. این زبان فارسی در افغانستان به وجود آمده و بعد از این رشد کرده با دولت هایی که در این منطقه آمدن، بخصوص بعد از به قدرت رسیدن سامانیان و غزنویان که یا امپراتوری های ایجاد کردن به طرف ایران و فارس و زیاد مناطق را به اصطلاح تحت حاکمیت خود در آوردن، زبان بالاخره به شکلی و بعد از او هر تغییراتی که آمد و به اصطلاح پادشاه گردیشی که شد و کشمکش هایی که آمد، زبان فارسی روز به روز غنیتر شده رفت، زبان همه مردم به صورت طبیعی پذیرفته شد بدون اینکه تحمیلی در کار باشه، چون زبان رقیبی در مقابلش وجود نداشت، حتی در مقابل زبان عربی که هم به اصطلاح قدرتی سیاسی داشت که عرب ها که آمدن افغانستان مناطق اشغال کردن و هم قدرتی مذهبی، یعنی هم صلاحی سیاسی داشتن هم صلاحی تیوریک مذهبی، ولی با همی هم نتونستن که زبان از منطقه نابود کنن، که در او چند چیز نقش داشت داره. اول یعقوب لیث صفار، عیار مرد و جوان مردی سیستانی که مسکرزاده‌ای بود، از مابین توده برخواست، بزرگترین یک ابرقدرت شد و حتی با خلیفه بغداد به اصطلاح پنجه نرم کرد و در به هر حال منظورم از آوردن نام یعقوب لیث صفار به این است که وقتی که قدرت یعقوب لیث صفار رو به فزونی می افزایه، در منطقه نیشابور در این مناطق میرسه به زبان عربی را مدح میکنن و یعقوب لیث میگه چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت. این جمله ایست که در تاریخ به زر خط زرین نشته شده و مردم متوجه شدن که
پادشاه عرب نیست، زبان عربی نمیفهمه. برای مردم گفت که خدا تنها خدای عربا نیست که تنها به زبان عربی گپ بزنه، شما میتونین که به زبان خودتون. و از اون بعد است که شاعرها شروع میکنن به شعر فارسی گفتن. و همچنین در دوره غزنویان است که سلطان مأمون غزنوی، جانکشای بزرگی که تا هندوستان میگیره و درباری از این بزرگترین شاعر، البته شاعرهای زیادی در دوران در دربار مأمون غزنوی، مسعود غزنوی وجود داشته در سلسله غزنویان، اما شاهنامه بی‌زوال در این دوران از این وجود می آید. قابل یادآوری است که من باید بگم که یکی از کسایی که خود استاد دانشگاه می گیرند و در گذشته استاد دانشگاه بودند متاسفانه، اونها در یکی از برنامه های تلویزیونی در امیل لس آنجلس گفتند که فردوسی کی بود؟ اصلا مأمون غزنوی بود که 12 دستیار مشاور بر از او داده بود و ای رفت و بازر دستوس که یک گپی کاملا جزئی که از روی تعصب گفته شده یک مأخذی داره. و ما وقتی که روی روی با جناب مواجه شدم، وقتی که استدلال کردم، جمعی از کسایی که بود مرا میگفت که آدم آدم متعصب است. شما فکر کنین که وقتی که او فردوسی را ایرانی میگه و او را از ما نمیدانه و این دروغ به اصطلاح شاخدار میگفت، او متعصب نیست و ما متعصب است. خب به هر حال اینی قضیه در کشور ما سابقه سیاسی از این به این شکل بود. و بعد از این که در سال 1343 که قانون اساسی تصویب میشه، این فقره در اونجا گنجانیده میشه و از این به بعد فارسی ستیزی شروع میشه. اینی کاش که به نام زبان دری که با مربوط به ما هست اینا تحقیقات میکردن، اکادمی به وجود میوردن یا به اصطلاح دانشسرا به وجود میوردن، کلمات معادلی که به اصطلاح فارسی می به اصطلاح خودشان دری میبودی را وضع میکردن، ولی این کار نکردن و این جفا شروع شد تا زمانهایی که بعدا مردم آهسته آهسته متوجه شدن و استفاده با گسترش تکنولوژی معلوماتی و تلویزیون ها و فیسبوک، یا مردم آهسته آهسته در ارتباطات سراسری در جهان برقرار شد و مردم تلاش کردند که واژه های زبان خود به اصطلاح کلمات یا واژه هایی که دارن از خود استفاده بکنن. خب البته چیزی که ندارن باید تو فرهنگ سرایی باشه که اونها کلمات وضع بکنن، که البته این کار در ایران میکنن، در تاجیکستان هنوز شروع نشده. و متاسفانه هر کلمه یا هر واژه ای که وقتی که استفاده کردن، وقتی که واژه سچه و فارسی از این با وجود آمد یا گفته شد و سرسال ها بلند شد که این واژه ها ایرانی هست. خب این رابطه میگیره، این موضوع همچنین به خیانت دیگه ای که در دوران دربار ظاهرشاه صورت گرفت، اویست که نامی ایران گذاشته شد، که در گذاشته می دونن دوستا که نام ایران فارس بود، ولی وقتی که شاهنشاه ایران رضا شاه پهلوی تصمیم بگیره که زبان فارسی را تمام اختیارات شد چنگال خود داشته باشه و ملت خود یا کشور خود متحد و مستحکم بسازه، اون نام پارس تغییر میده به ایران. البته برای دولت افغانستان از طریق وزارت خارجه اینا نامه ای روان میکنند که شما چی نظر دارین، چون شما هم در این بخش ایران شریک هستین. دوستا باید یادواری کنم که در گذشته ها نام ایران به کشوری نبوده، یک ساحه بزرگ جغرافیای فرهنگی بوده یا جغرافیای معنوی بوده که ایران گفته میشه، که ساحه ایرانی امروزی افغانستان، قسمت های از تاجیکستان
و مدرده بیشتر از این به نام ایران یاد می شد که در شاهنامه فردوسی هم به نام ایران و توران آمده که ایران در مجموع باز یک سر وجه تسمیزی نمی پیچیم که معادل است به کلمه آریانا و آریانا ویجا و بحثایی که اینجا گنجایش ندارند. اونمو هرچند در او وقت یکی داد از فرهنگی های سالتمند کشور ما و وزارت خارجه رفتن احتجاج کردن که این حق نداره ایران نام خود بگذارد، برای از که ما به اصطلاح یک بخش بیشتر ایرانی قدیم ما داریم. واقعا اگر شما به شاهنامه فردوسی مراجعه کنین، ما در یک از برنامه های خود شهرهایی را که در شاهنامه فردوسی آمده که مثلا کابل است و زابل است و سمنگان است و پنشیر است و بدخشان است و جاهای مختلف، بیشتر یعنی تقریبا 70% از اون در خاک افغانستان است. چطور ایران یه دوره میکنه که نام خود ایران بگذاره؟ به هر حال اینی که باعث شد یا ترفند سیاسی بود که در پهلوی فارسی ستیزی که در قانون گذاشته شد، این معنی داره که همه افتخارات به ایرانی ها سپرده شد. و امروز واقعا سوالی که مطرح میشه برای جوانای ما مطرح شده که ما وقتی میگیم ابن سینا از ما هست، مولانا جلال الدین محمد بلخی از ما هست، صنایعی از ما هست، اما ایرانی ها میگن اینا ایرانی است. و دنیا هم وقتی که بگوی میگه اینا شاعرای زبان فارسی هستن، هیچ کس نمیگه که اینا شاعرای زبان دری هستن. چون عرض کردم که زبان دری یک صفتی بوده که شاعرها ازن استفاده کرده، اما در طول تاریخ همیشه این زبان پارتی بوده. و این پروژه بسیار سنجش شده ای که برای از بین بردن زبان فارسی از جانب استعمار تر ریزی شده بود. اول ای که تمام افتخارات به ایران بخشیده شد، لک بخشی شد. دومی که این زبان دری نام گذاری شد و اجازه داده نشد که کلمات سوچه فارسی دری استفاده شود. ولی جالب و بسیار عجیب است که وقتی که ما میگم که گاگای به اصطلاح یک غرور و کبر و نخوتی با ما پیش میشه که ما میگم تاریخ 5000 ساله داریم. تاریخ شما خب با زبان شروع میشه. یکی از عناصر تعیین کننده یک هویت زبان است. وقتی که تاریخ زبان ادبیات فارسی ما به دری تبدیل میکنیم و هیچ ریشه از این نداریم، پس و همه افتخارات از این را میتیم به ایران میبخشیم، پس ما چی ایدیایی داریم؟ و ای که هرگاهی که افغانستان میگیم، ما افغانستان از زمان امیر عبدالرحمن خان شروع میشه که رسماً افغانستان گفته شد در قرارداد معاهده دیورن، و بعد از او که دولتی به اصطلاح مستقل میشه در وقت امان الله خان، در پهلوی سایر کشورها یک کشور جدید به نام افغانستان عرض وجود میکنه. ما آیا به همی بسنده بکنیم که افغانستان فقط از اینی دوره هست یا از بیشتر از او که بعضی ها ادعا میکنن از دوران احمد شاه بابا که در کاملا یک ادعای غلط است. در زمان احمد شاه بابا هیچ وقت افغانستانی نبوده، افغانستانی گفته نشده، و در زمان احمد شاه بابا خود پادشاهی به اصطلاح کیانیان گفته، پادشاهی از این سلسله دودمان به اصطلاح ایرانی قدیم یا آریایی قدیم خود گفته. در همون مهری از احمد شاه بابا آمده که مژده که شد پادشاه میر جهان پهلوان، احمد گیتی ستان وارث تختی کیان. یا وقتی که پایتخت از کابل انتقال داد تیمورشاه، ببخشید وقتی که تیمورشاه پایتخت از قندهار و کابل انتقال داد و جشن تاجگذاری گرفت، در این زمان گفته شده مهری ازی آمده که کابل امروز به آیین کیان جشن گرفت که نهد تاج و سر شاه خراسان تیمور. اینجا افغانستان باز
ایران نگفته و خراسان گفته شده. این اسناد مستندی که من متاسفانه با بعضی کسی ها که میبینم بدون ازی که کدام سندی را بکنن میگن افغانستان احمد شاه بابا ایجاد کرد. ولی احمد شاه بابا و نمود سلسله کشورداری ایرانی قدیمه یا فارس اینا به دو بخش شد. طرف غربی ازیره کریم خان زن گرفت و این طرف قندار و بخش شرقی ازیره احمد شاه بابا آمد که بحث تاریخی هست که یک امپراتوری را ایجاد کرد و این امپراتوری یک بخش از این روز بنام افغانستان مانده که باز مثلا خط دیوران به این پیوان میخوره و بحث ما بسیار وسیع و گسترده میشه. به همه حال پس میگردیم به عنوان اصل موضوع خود که چرا زبان دری سرش یک داد دانشمند نماها که خدا القاب دکتر میتن و در تلویزیون دولتی چرنج میتن و ما در مقابل چرنج از او صحبت های از استاد های بزرگوار به هفته گذشته بودم و این هفته هم یک بخشی از صحبت های یک استاد فرزانه دیگه دانشگاه کابل استاد لطیف ناظمی را خدمت شما میمونم که استاد لطیف ناظمی چی میگه؟ آناس پارسی آری نداره عالم بالا علاقمندان عزیز، اینجا با خود استاد بزرگوار، استادی که واقعا تاج سرم هستن، نور چشم ما هستن، که من از همه زیادتر من خودم بسیار افتخار میکنم که در کانون نویسندگان جوان افغانستان در پانتون افغانستان یکی از شاگردایشان بودیم و ما استاد ناظمی را که قدم رنجا کردن از جرمنی تشریف آوردن در محفل امشب که به پاسداری از فرهنگ و هویت زبان فارسی تهیه شده و واقعا گفتنی هایی داشتن که در جریان پروگرام در یوتیوب حتما کلتان دیدین که هر کدامش هر جملهش واقعا دنیای از افتخار بود. می خواهیم بازم نظرشون شخصی باز دوباره بپرسیم که نظر شما از ابراز یا از تجلیل همچون یک محافل چی است استاد محترم؟ خب من هم اون گونه که در نخستین لحظه سخنان خود و صحبت خود سپاسگزاری کردم از برگزار کنندگان این محفل، این معنا هست که هنوز هم حتی در مغرب زمین و در هجرت و در غربت کسانی هستند که زبان فارسی و این فرهنگ عظیم پاس می دارند و این خودش یکی از افتخارات و مایه های امیدواری هست. باید کسان دیگر چنین تصور نکنند که دیگر زبان فارسی زیر چکمه های دشمنان و کسان حسودان نابود می شود و گدمال می شود، بلکه امشب نشان داده شد که زبان فارسی و این فرهنگ که یک روز نیمی از جهان ما را احتوا کرده بود و امروز هم رگه های او در سر تا سر کشورهای همجوار کشورهای فارسی زبان جاری است. این زبان پایدار است و ماندگار است و ماندنی است. من براتون عرض بکنم که یک گزارش رسمی از کانون روزنامه‌نگاران جهان نشر شد که یک تحقیقی کردن و گزارش تهیه کردن که در جهان امروز 6000 زبان وجود داره و این 6000 زبان در ظرف تقریبا 90 سال یعنی تا سال 2100 به 3000 زبان تبدیل میشن. یعنی ما در هر روز شاهد از بین رفتن یک تعداد یک شماری از زبان ها هستیم. چرا این زبان ها میمیرن؟ چرا این زبان ها در برابر تمدن و تکنولوژی و فناوری جهان مقاومت ندارن؟ برای از اینکه مو عناصری که در این زبان ها هست نمیتونه مطابقت بکنه با اوضاع و احوال کنونی و نام 10 زبان گرفته شده که اینا بیشترین کاربرد در آینده باید داشته باشن که عبارتند از زبان چینی،
زبان انگلیسی، زبان هسپانوی، زبان پرتغالی، زبان فرانسوی، زبان روسی، زبان هندی، زبان بنگالی و زبان ژاپنی و در 11 عربی البته و در 11 مقام زبان فارسی قرار داره. این چیز عادی نیست که زبان یک دو تا سه کشور به عنوان زبان ماندگار وجود داشته باشه در روزگاری که هر روز زبان از بین میره. در 15 سال اخیر ما 7000 زبان در جهان وجود داشت که 7000 زبان در ظرف 15 سال 1000 زبان از بین رفتن. ماندگاری زبان فارسی در برابر حمله اعراب، در برابر تهاجم هایی که در برابر زبان قرار گرفت و مخصوصا تهاجم اتحاد شوروی یک تهاجم فیزیکی نبود، یک تهاجم نظامی نبود. در طول تاریخ تهاجم اتحاد شوروی یک تهاجم فرهنگی بوده و یک تهاجم علیه زبان فارسی بوده، چه در خود افغانستان که اینا زبان فارسی رو تبدیل کردن به زبان دری که خب معنی نداره، دری و فارسی یکی هست، ولی در حقیقت هم معنی این داره که از بدنی زبان فارسی باید یک چیزی رو به عنوان یک عنصر کوچک جدا بسازن و نامش بگذارن دری، در حالی که دری و فارسی یکی هست. و مسئله دیگر این است که ما در این جهان خود احتیاج داریم به تکنولوژی، احتیاج داریم به فناوری و اینا و تصادفاً زبان فارسی در برابر این سیل گرایش های تمدن و مدنیت فرهنگی هیچ وقت عقب نشینی نکرده و هر روز تعداد گویندگان زبان فارسی در سر تا سر جهان زیاد میشه. از این جهت من فکر میکنم کاری که امشب در اینجی صورت گرفته ولو که گام کوچک باشه، این گام کوچک میتونه یک راه باشه، یک تنگنای باشه برای راه های آینده، یک قدمی باشه برای قدم های بیشتر آینده که فارسی زبانان جهان اتحاد کنند با هم و برای ارتقای زبان فارسی و برای ارتقای خود به عنوان گویندی زبان فارسی گام های بردارن. بسیار تشکر استاد نازمی از حمایت شما و نمایندگی از انجمن تاجیکان و فارسی زبان. بسیار تشکر میکنم که شما تشکر من هم در نوبه خود تشکر میکنم از همه کسایی که در اینجا سهم داشتن، مخصوصا انجمن تاجیکان و فارسی زبانان لندن. شما سخنان زیبای استاد لطیف نازمی را شنیدید. گرفتن یک تنفس شما را به شنیدن یک آهنگ دعوت می‌کند. ای دور دریا
دانش و فرزانگی جان دانزی ای زبان دانش و فرزانگی تا بگیتی نور بخشد آفتاب خاوری تا بگیتی نور بخشد آفتاب خاوری ای تو میراث نیا در یکی دسته برنامه این موضوع زبان فارسی دری و تاجیکی را به اصطلاح توضیح بکنیم. اما یک بخشی اساسات موضوع را فکر میکنم برای هموطنان عزیز جای ابهام نمانده که نه زبان همش یک زبان است، فقط این ملحوظات سیاسی هست که مرزبندی های سیاسی هست که زبان زبان تاجیکی ساختن و زبان دری ساختن در افغانستان و انتقاداتی که در افغانستان هست و انتقاداتی که در تاجیکستان هست. خب خوشبختانه در افغانستان حال انتقاد نیست، بلکه بحثی بسیار جدی و داغی هست که بیشتر از گفتم خدمت شما که وقتی زبان دری و فارسی به وجود آمد و یه امو نطفهی بود که برای اختلاف گذاشته شده بود برای فارسی ستیزی. در این بخش میخوایم سر از این موضوع اشاره بکنم که چرا فارسی ستیزی در افغانستان برای یک تعداد کسا وظیفه شده. در این بخش چند عامل میتونیم بگیم. یک عامل اساسی امون گپ است که این پروژه بسیار از قبل تعیین شده استعمار است که گفتیم زبان فارسی را در هندوستان و در بخش‌های دیگه ترکیه عثمانی و اینجاها از بین بردن و حال تلاش دارند که زبان در زبان فارسی دری را در مهدش جنابود بسازند و این تلاش بسیار زیاد قبلها شروع شد، پروژه گرفته شد. باید داشته باشم که متاسفانه 2-3 سال در یک دوره معارف افغانستان تمام درس ها به زبان پشتو شد، در حالتی که نه معلمی بر زبان پشتو داشتن و نه کتابی بر زبان پشتو وجود داشت و این باعث شد که اطفال اکثرا در مناطق غیر پشتو زبان، حتی در مناطق پشتو زبان، از مکتب رفتن باز داشته شوند و زیر فشار افکار عامه و نتیجه غیر علمی که بود این دوباره لغو شد و قرار به این شد که در مناطق پشتو زبان باید پشتو تدریس شود و فارسی به عنوان یک مضمون باشه و در مناطق فارسی زبان باید همه مضامین مانند گذشته به زبان فارسی و یک مضمون به زبان پشتو باشه و یا امتیاز بخشیدن به زبان پشتو. البته ما مخالف زبان رشد انکشافی زبان پشتو نیستیم. ما شخصا هر زبانی را، ما یکی از کسایی هستم که طرفدار
رشدی زبانهای مادری هستم و نمیخوایم یک زبان بسیار کوچک مادری از بین بره و این تلاش از بسیار وقت هم کردیم. در روزهای زبان مادری ما برنامه های خاصی گرفتیم و صحبت کردیم با کسایی که با همین مشکل مواجه بودن. شاگرد ازبک بوده، کتاب پشتو بوده، معلم تاجیک بوده. خوب تصور بکنید، شاگرد ازبک بوده، کتاب پشتو بوده، معلم فارسی زبان بوده، یا برعکسش. بدبختانه حالا از گذشته که اگر بگذریم که در گذشته به اصطلاح همین پلان پروژه بود که البته به این شکلی که امروز هست آشکارا نبود، این برنامه ها بود، این پلان ها بود که زبان پارسی باید نابود شوه و یه وزش زبان دیگه جای زوره بگیره. خب یک پروسه بود که 100 سال هده برگرفت. اما جالب ایگی است که این اون کسایی که در اون وقت دولت بودن، دولت های خوب کامه گفته می شدن و افراد اشخاصی که در اون دولت ها زماندار بودن مسائل بگونه درست و علمی و انسانیش نمی فهمیدن. اما جالب است که با آمدن دولتی مثلا آقای کرزی که از غرب آمد و نسیم دموکراسی در کشور وزید، بیلیون ها دلار سرازیر شد و ولی باز هم پروژه فارسی ستیزی از سر گرفته شد و باز بحث های ما میره بر روی جرگه و سرود ملی و قانون اساسی. مثلا در گذشته سرود ملی به زبان فارسی بوده و این زبان فارسی زبان بین القومی هست، زبان اکثریت مردم افغانستان، هم پشتون، هم ازبک، هم تاجیک، هم هزاره، همگی این زبان میدانند. یعنی 80-85% مردم افغانستان با ویژه مردم هایی که در شهرها زندگی میکنند، در شهرها ما با جرأت میگم که 90% مردم به فارسی گپ میزنند و تشریح کردیم که چرا به فارسی گپ میزنند. سابقه های تاریخی بوده، ضرورت ها بوده. وقتی که بخواید همین کسایی که امروز علمی مبارزه بر ضد زبان فارسی و کمر به نابودی از او بستن، همین اکثرشان از خیر همی زبان دیانت یاد گرفتن، دانش یاد گرفتن و مقام و مرتبتی رسیدن. اما امروز نامردانه باز کمر بسته کردن برای نابودی از این زبان، که نابودی از این زبان باید سریع بگم، نابودی این زبان ما را باز به قرقرا بردن است برای قرنهای دیگه. چرا امروز زبان فارسی یکی از زبانهای بسیار زنده جهان است، زبانی است که یکی از شخصیت از اون مولانا امروز در سطح یونسکو به عنوان یک شخصیت بزرگ جهانی تجلیل شده. در دانشگاه ها و مراکز علمی از مولانا جلال الدین بلخی به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک ادیب بزرگ، یک ادیب فیلسوف بزرگ جهانی تجلیل میشه. اما در افغانستان هیچ توجهی به اون نمیشه. من خاطره خودم میخوام خدمت شما عرض بکنم که در سال 2011 وقتی که ما برنامه نگین هویت تلویزیون صدای افغانستان گرفتم و در برنامه اول دوم در چند برنامه از این سری همی دو فیگوری که در برنامه ما هست، یکی فردوسی توسی هست و دیگه مولانا جلال الدین بلخی هست، سری دو شخصیت ما صحبت میکردم که چرا ما این دو شخصیت به اصطلاح الگوی خود قرار داریم. خب در مورد مولانا جلال الدین بلخی یکی از برادران نازنین پشتون رو بر من تلفن کرد که برادر، ما یک کسی هستم که اولین بار اسمشتم که تو میگه که مولانا جلال الدین مربوط به افغانستان، مربوط به بلخ ما بوده و یکی از افتخارات جهانی است امروز. اما چرا در کشور ما هیچ وقتی ما ایره در گذشته ها نشنیدیم، کسی نگفت؟ جاده ای به نام مولانا نداشتیم، مکتبی به نام مولانا نداشتیم و هیچ تجلیلی از این شخصیت نشد. و او آدم توضیح کرد که ما
چند کتاب خوش دارم. یکی قرآن خوش دارم از زبان عربی، بخاطر که کلام خداست و کتاب مذهبی است. دوم حافظ دوست دارم که او زبان فارسی است. این دو زبانم من دوست دارم، هرچند خودم زبانم زبان پشتوست، ولی منظور اینی او آدم واقعا بود که اینی فارسی هم زبان ما هست. واقعا امروز برادر پشتون افتخار دارن که با دو زبان صحبت میکنن، از امتیاز میگیرن. ولی این را یکان کس به شکل غلطش توجیه میکنن که گویا فارسی زبان ها تعصب دارن که زبان پشتو را یاد نمیگیرن. خیر چنین نیست. شاید باشن افراد اشخاصی که در هر زبان تعصب داشته باشن، اما ریشه اصلی گپ این نیست. اصل موضوع به این است که فارسی زبان ها ضرورت احساس نمی کنن آنقدری که برادران پشتو، ازبک و دیگر ملت های افغانستان به زبان فارسی. چون این زبان وقتی که بازار میرن زبان بزنس و تجارت است، به مکتب میرن این زبان آموزش است، به اداره میرن زبان دفتر و دیوان و به محکمه میرن زبان ختم دعاوی، همین زبان است. این روی یک ضرورت این زبان یاد گرفتن و یاد میگیرن. اگر یاد نگیرن از کاروان پس میمونن. و روی ضرورت، فرض مثال با وجودی که در مورد زبان پشتو بگیم، با وجودی که کورسای پشتو دایر شد، فشار داده شد سر مردم، امتیاز داده شد کسی که کورسای پشتو رو خلاص میکرد در معاشش امتیازی پشتو داده میشد، اما نتونست زبان پشتو رشد بکنه، برعکس یک حساسیت هم وجود آورد برای مردم که چرا این تبعیض قائل میشن این زبان. خب ما مخالف چی تبعیض چی نیستیم که چرا زبان پشتو به اصطلاح کوشش میشه که این رشد بکنه. اما بیشتر عرض کردم که ضرورت ها را اگر با وجود می آوردن، این زمان داره که دلشون به پشتو می سوخت، اینا اگر ضرورت ها را با وجود می آوردن، کارهای اساسی به زبان پشتو می کردن، این بود بسیار موفق بودن. مثلا چی؟ مثلا وقتی که اینا کتب و آثار علمی که در اروپا و امریکا و غرب تألیف می شد، این آنن به زبان پشتو می گشتندن. همین پشتو طولانی که با وجود آورده بودن چه کاری کردن؟ هیچ کار، بجز چند کلمه ای که ابداع کردن، کلمه ای که خود پشتو زبان ها برادار پشتو ما نمی فهمند. وقتی که این آثار گرانبهای علمی را به زبان پشتو ترجمه می کردن، ما و تو، احمد و محمود، هر کسی که می خواهیم که دانش بیشتر فرا بگیریم، مجبور بودیم باید زبان پشتو را فرا بگیریم. مثل که امروز زبان انگلیسی را مردم مجبور است که یاد بگیرن، بخاطر که ضرورت است. یا مثلا در موضوع ترجمانی در افغانستان، در مدت 15 ساله که 14 ساله که امریکایی ها به ترجمان ضرورت داشتن، به ترجمان پشتو، ایرانی ها حتی رفتن کورس گرفتن، پشتو رو یاد گرفتن، رفتن در افغانستان. بخاطر چی؟ بخاطر که یک امتیاز دلک و چل هزار، دلک و سی هزار معاش داشت در سانه. و اینی راه هایی هست بود که باید زبان پشتو رشد میکرد. امروز هم راه غلطی که باز این دولت جدید میره. ببینین مسئله باز هم برمیگرده مسئله سیاسی زبان دری و زبان فارسی. وقتی که در آغاز جناب رئیس جمهور آقای اشرف احمدزی رئیس دانشگاه کابل یا رئیس پوانتون کابل بودن، همین معضلهی که تا امروز حل نشد از خیرسر همین جناب ماند. اگر به عنوان یک مغز متفکر دوم، نه به عنوان یک آدم عادی که استاد یک دانشگاه بود، چه فرق میکرد که امون لوحهی را که شاگردان بالا کرده بودن که
پوانتون کابل، دانشگاه کابل، کابل یونیورسیتی به سه زبان. وقتی که دو زبان رسمی ما داریم، اول خب فارسی بود، پس آن باز پشتو را موارد نپولیش دو زبان شد. وقتی ما کشوری دو زبانه هستیم، پس چرا ما حق نداشته باشیم که با اصطلاح لوحه را به دو زبان بسازیم؟ و گفتنی مثلا دانشگاه اینقدر موضوع را بزرگ ساخت که بحث از این سالها در چی ماند؟ قانون تحصیلات عالی تا حال پاس نشد. دولت ها همیشه تلاش میکنند که گری ها را باز کنند، سهولت ایجاد کنند، اما دولت های ما مد به نام هویت ستیزی دولت آقای کرزی یک برنامه داریم در یوتیوب هست که در او برشمردیم که همیشه شورای وزیران یک فیصله میکنند، لهجه های بیگانه به کار رفت نروه، مصطلحات ملی باید گفته شوه، مامور فلان وزارتخانه به اصطلاح تنبیه شده که باید چرا کلمات ایرانی استفاده کردید، و یا بیاییم امروز به اصطلاح بکاویم که کدام زبان ایرانی است کدام زبان دری هست، که همه توش یک زبان است. اینا ببینید که متاسفانه اینا داد از خدمت به وطن میزنن، اما هیچ وقت دلشون به این مردم به وطن نسوخته. اگر امون 13 سال 14 سال قبل آقای اشرف غنی حساسیت نشان نمیداد، این بحث های قدر بالا نمیگرفت، خود به خود حل بود. و بعد از اینکه رئیس جمهور شد ایگه بعد هنوز دامن زد و مسئله اونا تذکره الکترونیکی خودش امضا کرده بود، پارلمان و مشیران و جرگه بحث ها کردن، بالاخره به تفاهم رسیدن، یک معضله که بود، یک سوی تفاهم یا یک مشکلی که بود اینا حل کردن. ولی آدم با دو سه نفری فرمایشی که داشت بیرون برآمدن، یک روز دنگ و دون کردن، این موضوع را ملغا قرار داد و بالاخره یک کمیسیون رو گیده فیصله کرد که امروز یک زخم دیگر برپای کرده وحدت ملی ما موجود آوردن. و بسیار جالب دیگر ایست که امینا سیاکاری هایی را که میکنن، تبیزی را که باوجود میارن، بنام وحدت ملی میارن، و مردم ساده و بیچاره ما که از کن گپ یا از اصل موضوع و از شیطنت و رضالت مجری های پالیسی خبر ندارن، ما و تو احمد و معمولی که صادقانه میخواییم امی مشکلات در جامعه ما حل شوه، و اما ما را برچسب میزنن که اینا برادر این مسائل دامن میزنن مسائل. خب شما میبینید که ظلم و ستم و ناروایی وجود داره. اگر شما گفتین، شما را میگن اینا تعصب دارن، اما او کسایی که دامن میزنن، اون کسایی که با وجود میارن، اون کسایی که میگن این زبان گفته نشوه، این کلمه گفته نشوه، در اون وقت هیچ کسی اعتراض نمیکنه. یعنی فرق بین ظالم و مظلوم هستی که تبعیض ایجاد میکنه و کسی که مورد تبعیض قرار میگیره تفاوت قائل نمیشه. اگر کسی که از حق خود دفاع میکنه، برابری میخواه، عدالت میخواه، ما ایره آنان برچسب میزنیم که نه برادر این موضوعات مطرح نکن. چرا از طرح موضوع میترسیم؟ نگفته نباید بگذاریم که این موجی بازگشت به اصل یا هر کسی کدور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش، گپی مولانای بزرگ، این رستاخیز در تاجیکستان هم شروع شده. در تاجیکستان هم تقریبا بدبختانه حالت ما را دارن و اونا هم به اصطلاح میخواین که یک هویت تاجیکی بسازن که سخت اشتباه میکنن. این نسیمی همگرایی و پلورالیزمی که در عرصه‌های مختلف با وجود آمده، چه در عرصه‌های فرهنگ، چه در سیاست و چه در مذهب، این نسیم به کشور تاجیکستان هم وزیده. بریم به سرزمین تاجیکستان و به اصطلاح زبان تاجیکی را به صورت درستش حلاجی میکنیم و سر تاریخی از این گپ میزنیم.
و از خود استادای زبان شناسی دانشگاه‌های از استادان خود تاجیکستان که زبان ادبیات رشتهشان از زبان ادبیات گویا تاجیکی ما شما کلیپ را تقدیم میکنم که میبینین یک جوان بسیار نازنین تاجیکی چطور با استدلال و با جرأت زبانی تاجیکی را رد میکنه و ساختن ملت به اساس فرضیه ای که ما ملت تاجیک هستیم و زبان ما تاجیکی هست. این بسیار خوب و مستدل بیان میکنه. موضوع امروزه که مطرح خواهیم کرد با مصاحب من این صحبت در سر زبان تاجیکی، زبان فارسی، زبان دری که حدود نزدیک 20 سال است که در جمهوری تاجیکستان این بحث ادامه دارد و چون سالهای قبلی در آغاز صاحب اشغال شدن جمهوری تاجیکستان این بحث در سطح زبان دولتی گرفتن زبان تاجیکی آغاز گردیده بود، امروز بعد 20 سال که مردم در طول این سالها از تاریخات و از کتابها و از زبانشناسان زیادی جهانی و چون خودم خواندند و مثلا تجربه گرفتند، بحث در سری اون رفته ایستاست که آیا زبان فارسی این اونو زبان دری هست، اما زبان تاجیکی است یا چیزی دیگر است. استاد امید جهانی زبان با گفته خودش که زبان دوست، زبان شناس که هستن، اما مقاله‌های زیاد هم در فیسبوک هم در صحبت‌های زیادی در این مسائل میکنن و بحث‌های زیادی میکنن، امروز مهمون برنامه ماست. سلام دوست عزیز. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. چون اشاره از این شد که مثلا 20 سال قبل ما سر زبان تاجیکی، زبان دولتی بودن تاجیکی صحبت کردیم، امروز در طول 20 سال این باعث خوشحالی البته است که زبان شناسای ما، مردم ما، دانشجویان ما، فرهنگیان ما تا به سطح رسیدن که یعنی ما با تحلیل کنیم که این چی هست، این زبان زبان فارسی هست، زبان دری هست، یا که ما تاجیکیم، یا ما افغانیم، یا که ما فارسیم. نظر شما شروع میکنیم از همون زبان. چی زبان هستین؟ اصلا سه زبان است یا زبانی فارسی است؟ یک زبان. اگر کلیات تاریخی زبان ما را به نظر بگیریم، زبانی که در تاجیکستان زبان رسمی و زبان نوشتاری و گفتاری مردم هست، دنباله همون زبان فارسی است. تاریخش معلوم هست، از کجا آمده است، چگونه در این منطقه ما گسترش پیدا کرده است و چه مراحلی را پشت سر گذرانده است. در این باره ما چندین پژوهشنامه هست، چندین کتاب نوشته شده است، آثار فراوان است. ولی بحث‌ها که در تاجیکستان صورت می‌گیرن بحث‌های مقطعی هستند. اول اینکه آخرین بحثی که در این زمینه در تاجیکستان شروع شده است از طرف کسان مطرح شده است که کارشناس رشته زبان هستند و بعضی از نظرهایی که اونا مطرح میکنن با داده های زبانشناسی اصلا سازگار نیستن. ساختن ملت به نام تاجیک کوشش میکنن که زبان به نام تاجیکی رو مبنا قرار بدهن و بر اساس اون زبان یک ملتی رو تشکل دهند، در صورتی که مردم که امروز تاجیک نام دارن بخش از یک ملتی بودن که در 1300 سال گذشته یا بگیریم در 1200 سال گذشته برای خودش مراحل رو طی کرده بود. یعنی از نقطه‌ای که ما آرا سراغاز تاریخ اسلامی ملت تاجیک بگیریم از سال 713 میلادی که برای نخستین بار در شهر بخارا نماز جمعه را برگزار کردن و تا سال 1924 که کشوری به نام جمهوری شوروی تاجیکستان پدید آمد، این یک مرحله از تاریخ ماست. فارسی یا فارسی دری نام گرفت. چگونه این شده است؟ من بسیار فشرده صحبت میکنم چون که فرصت کم هست و این خودش یک موضوع دانشگاهی هست. موضوع این است که زبان دری جدا از زبان فارسی وجود نداشته است. زبان دری یک گونه کاربردی زبان بود که در پیش از اسلام به زبان رسمی و زبان نوشتاری گفته میشد. این زبان هم صرفاً مربوط و منصوب به یک منطقه نیست،
که پیش از ساسانیان خاندان اشکانیان کمابیش 500 سال برای ایران زمین حکومت داشته است، از زبان پهلوی نیز زبان پهلویان، زبان اشکانیان بر زبان فارسی میانه وامواژه های فراوان سرازیر شدن، چون پارسیان با پهلویان خیش و تبار بودن، برادر بودن، هیچ تفاوتی با هم نداشتن از نگاه نژادی. اینا گونه های از زبان های ایرانی هستند. ولی ما در تاجیکستان در روند ملت سازی جنجال و تعصب روی اصطلاحات کاربردی است. یکی این که در تاجیکستان که میخواهند ملت تاجیک بسازند، ما ملت نشدیم هنوز، خیلی راه داریم تا ملت شدن، و میگویند که زبان تاجیکی داریم، بیشتر به خاطر این است که اصطلاحات ایران، ایرانی، فارسی را به کار نبرند. این یک گونه تعصب محلگرایی ولی در سطح کشوری هست. مثلا ما دوران بازسازی در زمان شوروی را اگر بگیریم، شما شاهد حال هستید، مبارزات که برای دادن مقام زبان رسمی به زبان تاجیکی آن روز بود، نتیجهش این شد که اومدن گفتن که زبان رسمی جمهوری تاجیکستان فارسی تاجیکی هست. بله. یعنی آمدن قانونن زبان ما را فارسی نام کردن، همون زبانی که تا سال 1924 یا 29 همیشه بوده است و همیشه هم ما و پدران و بابایان ما زبان خود را فارسی می نامیدن. و میگن که در گذشته می زبان ما زبان فارسی بود و سر ساختار زبان و اینکه این زبان روس ها چه قسم ساختن و چه قسم اولی را به لاتین تبدیل کردن، از لاتینی را به تاجیکی تبدیل کردن، برای سری که روسی تبدیل کردن. برنامه دیگه گپ بزنیم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می سپارم و در ضمن دوستانی که نظراتی دارن، اعتقادی دارن، پرسشی دارن، می توانند که به ایمیل ما ziahafizi@yahoo.com یا در فیسبوک ziahafizi یا به تلفن 760-613-7076 و در خدمت شما است. اگر دوستایی که برنامه را تکرار میبینن هم تلفن بکنن، ما در صورتی که اگر بسیار مصروفیت زیادی نداشتم یا در درایو نبودم، ما حتما پرسش های دوستای گرامی خود پاسخ خواهد گفتم. تا برنامه دیگه، خداوند یار و مددگار شما. پدرود. شیرین غزل پارسی، شکر شکر به سمرقند، قند و عسل پارسی، گل نیست ماهی سر ماست پارسی، اوقای تو ترنم دریاست پارسی، گل نیست ماهی